خب با عرض سلام خدمت شما دانش آموزی عزیز، دانش آموزی تو خونه. خب دقت بکنید، امروز ادامه درسمون رو بگیم از معادلات خط. خب فقط بگید که کجا ما درس دادم، به چه که هستن تشریف دارن بگید کجا ما درس دادیم، معادلات خط تو کجاش رفتیم. سلام آقای آجازه، تا کجا گفتیم؟ فکر کنم معادلات خط 1 تا 4 رو رسم کردیم. خط رسمشو گفتم، 4 تا خط گفتید که میان سوال حل کردیم. خب نه، فقط رسم خط رو گفتیم، یعنی چیز دیگه نگفتیم ازش. آها، یعنی معادلات خط رو نوشتیم. معادلات خطی بنویسید که از این نقطه بگذره و بر این خط عمود باشه یا موازی باشه، اینطوری درسته؟ آقای فاتحی ما گفتیم که آخه نقطه رو خط بعد اینو گفتیم، یادم هست. حالا در مورد معادلات خط فکر کنم یه چیزی رفتیم، گفتیم مثلا معادله خطی بنویسید که شیبش این خط باشه و از این نقطه بگذره، خطمون بعد گفته بشه بعد. خب حالا ما ادامهش میدیم. کدام خط از 1 تا 4
نگاه جمالی نه، خط ثانی آقای اکرزای بعد خط دو. آقا نگاه بکنید خط دو، خط دو میدید فرمش این بود، خط دو ایگره مساوی با آ ایکس به نظر پیدا، این خط دو بود دیگه. الان مقایسش کنید با این ایگره، ایگره مساوی مساوی، آیا شما نقش آمنه دو داره؟ ایکس شما هم پشت داشته، این شده آ ایکس، بگیر نخو نقش یکی داره. الان شما شما این خط سه یه؟ خب این خط دو بچه حالا یکی دیگه بگو این خط چه خطیه؟ این که دارم عرش میذارم شیش منوی دو چه خطیه؟ باز هم تکرار بکنیم. خب چه خطی شده الان آقا؟ الان این خط اون چه خطیه؟ تکرار بکنیم. خط دو آخری، نه خط دو. پس الان ما شی بیدیم کنم بچه شیوی الان آمنای دو هم زری بیسی شیوی هم زری بیسی تو منای دو هم شیش نیست دارم، شیش انده ثابت شد جا جا شد. پس باید آیه منای دوی شما برابر با چی باشه؟ منفی دو باشه، یعنی دوتا شی باید برابر باشه. حالا یه مرمجو بکنیم آن مستند چپ منفی دو مستند راست، این هم یه بکنه تحریر نمان کنه. خب بچه آیا شما مسئل باشه؟ آیا شما اگه صد باشه مسئل هنه؟ خب الان صد بزنید به جی آ صد بشه، صد رو با منای دو خوش نمید ایگره میشه منای دو ایت بزنید با او برابر باشه، از داد شیو برابر باشه. پس بنابراین الان دو خط موازی هن. پس گفته اگر دو خط ایوی موازی باشه مقدار آن رو به دست بیارید. بچه یکی از سوالات مدارس نمونه هست، کسی که دارن ثبت نام میکنن بریم مدارس نمونه از همین الان خوشون آماده کنن، چون این سوالات حتما تو مدارس میاد، حتما برای که بزنید شما امتحان بدین یا که مسابقه بدین حتما این سوال کجا سال اونجا تو هست. خب الان بچه تصویر چطوره؟ الان شما تصویر رو بعد میبینید؟ الان منشستم تصویر چطوره؟ الان تصویر خرابه؟ نه توضیح میدم آقای اکبرزاده منتها سوال اینه الان تصویر تو چطوره؟ تصویر خراب. خب بچه ما نمیدونم واقعا دو چه بچه کار بکنی که تصویر درست باشه. در هر صورت حالا ما نشسته هم که این تصویر خرابه ما حالا بلند نمیشد من که میداری که حالا از اون بلند نمیشد مثلا رک دیگه نداره که ما کن بلند شما بشینم ولی در کل نو باید تصویر درش من توری خراب باشه یا که اینترنت شما ضعیفه مشکل از اینترنتونه چون ما الان داریم کار رو انجام میدیم با توجه به تقریبا میبینیم درسته حالا ولی خب تصویر شما باید حتما درست باشه ولی خب اینه انتقال میدن به سایت مدرسه‌تون بگین ازش استفاده کنید. خب ببینید حالا این توضیح رو میدم دقت کنید آقا داره میگه این خط کو با این خط کو موازی هست. خب اگر قرار موازی باشه برای که صدا نباید قطع بشه الان صدا میاد آقا الان صدا چطوره؟ ببینید ها اگر ما الان خط در نظر بگیرم خط عربیتون خط شماره دوه خط دوم نه شماره دوه. خب خاطری که نوشته ایگرگ مساوی با ای آر ایکس تون بشه یا بتون جاشون بذاریم اشکال نداره اونم پرانتز کو آر نه ایکس در پشت بندشه که میشه آر ایکس او یک کو هم بتونه الان دوتاش میشه خط دو. حالا اگر قرار دو خط موازی باشه باید شیمشو برابر نه. خب شی به خط عربی تو میشه آر نه دو کامل تا قبل از اینکه ایکس برسه آیه منای دو میشه شیره. خب این خط دو هم شی میشه میشه منفی دو یعنی الان آیه منای دو تو مار منای دو در اول ده. خب این یه معادله دیگه من معادله هم بکنیم خب مساوی بزنیم آم سمت چپ نگه میداریم این منای دو سمت راسته این رو تر در این راحت میده میشه منای دو بزرف دو که نایتن که صفر. حالا اگه شما آر صفر بگیریم مثلا اینجا آر صفر بذاریم
سبت ملاک نام شما نایبریس ایده که من نایبریس این هم ایده نایبریس یعنی شیب رو با هم برابر شده بنابراین چون شیب برابره پس در نتیجه میتونیم بگیم که دو خط موازی هم خب این از نبود حالا یک کسی سوال داره سوال کنه بچه ها اگر سوالی کسی داره داری قسمت کو سوال بگه تا جواب دو آخه ما متوجه نشدیم خب آقای جمالی نگاه بکن آقا یه بار دیگه تکرارش میکنم آقا ما این خطی که الان میبینیم خب اون داره که خط اون خط دو یا نه که فرم شد خط دو نگاه کنید ایگر مصیبا آیس به ازفه ده این خط دو بینم شد حالا این خط دو دونه این خط دو با این مقایسه بینیم ببینید چه مشکلی وجود داره ایگره شما هم ایگره مساویتون هم مساویه اینجا آتون بچار شده آی منای دو ایکستون هم خود ایکسه بدون هم خود یک الان دقیقا فرم این خط و فرم و خط یک سال هیچ فرقی نمی کنه بنابراین اون خط دو خط دو این خط دو هم با همون یک سال چون هر اقا فقط جی دو ایکس و شیش هم زمین شما می کنید یه داری نیست ایگره مساوی با من یه دو ایکس شیش تون هم مساوی داره اونجا بگیره دقیقا هم نه یک خط دو الان شما نگاه بکنید این خط با این خط دو تاش خط دو خب از اونجا شیب خط تو میشه ضریب ایکس یعنی آی برای دو از اونجا هم شیب خط میشه منفی دو چون ضریب ایکس تو پس این منای دو با آی منای دو با یکسان حالا این معادله رو حل بکنیم این معلومات رو برات بگم دیگه آی سمت چپ نگه می‌داریم این بره سمت راست منای دو در اون طرف دوست دو و منای دو میشه صفر یعنی آب و صفر در این حال ما همین میگشتیم که آب میشه یه عده خب سوال میکنه آقا یه بار دیگه میگی چطور ما متوجه میشیم؟ متوجه میشیم چی آقای فاتحی؟ آقا یه بار دیگه متوجه میشیم میگی که چطور متوجه میشیم؟ چی متوجه میشیم؟ خب بذارت ما بیا بالا تا ما صدا بهت بدم آقای فاتحی چی میگی؟ آها چه خطی؟ آقا ما داریم میگیم خب بچه ها بگیم خط ما این خط بود دو باش میگیم این خط ما ما یک باش میگیم نکنیم؟ این باش میگیم خط یک ما جلسه خمیم اونها این میگیم خط یک یعنی خط دو آقا این دو چه فرق میگم دارم؟ تو یه بین مشترک فرق میکنم تا این بین حالا چی ای باشه چی ای باشه فرق برای نمونه میشه خط یک میشه خط دو هر دو تا شیتون آه هزار ایست خب الان تو این خط اولی نگاه کنید تو این خط دوباره انگشت رو دارم این خط شما الان تا قبل از که به ایکس برسیم تا قبل از که به ایکس برسیم آ داریم اونجا آ منهای دو داریم چه فرق میکنم؟ اونجا آ منهای دو تو میشه شی اینجا آ تو میشه شی خب اونجا یکی تو میشه به عرض مربع جمع عرض مربع تو به اونجا هم یکی خب الان اون خط شما نگاه کنید الان این خط نگاه کنید با این خدا میشه خط دو یکی چون تا قبل ایکس نگاه کنید آی منهای دو اونجا نقش آی داره ایکس هم نقش ایکس داره یکی دو نقشه به داره الان این خط دو اینا که نگاه کنیم ما الان اینطوری نمایش داشت الان این خط دو بدیم منهای دو تو نقش آی بازی میکنه ایکس هم سر جاشه بی تو نقش شیش داره خب الان باید دو خط دو شیش رو برابر باشه یعنی الان باید این آی منهای دو که شیب خط اولیه باید با این منفی دو بود یه منفی دو اینجا یه شیش رو برابر یعنی تا باید برابر خب پس آی منهای دو تو باید با منهای دو برابر آی منهای دو برابر با منفی دو حالا آقا این منفی معادل بود اون طرف سفته من هشته من آیا بگیری منهای دو میره اون طرف تغییر نمت بیده چه باز بتو دو با اون منهای دو چه سفر آقا اون چه سفر خب متوجه شدیم بچه ها ادامه بدیم آقای جمالی الان متوجه شدی؟ آقای جمالی متوجه شدی آقا؟
خب چه؟ خب بچه همین خط اگر قرار عنوانش به چه موازی بودن اون عمود بر هم باشه. بچه ها کنید موازی بودن ایتونیه، عمود بودن ایتونیه، زاویه نمازی درست کنید. خب حالا من خیلی کنم موازی بودن چه گفتید؟ چه موقع دو خط موازی هست وقتی که شیوه های برابر داشت؟ حالا اگر دو خط بخواه بر هم عمود بود این شرط بود داره بچه ها شیب یک خط ترین و معکوس شیب دیگریه. شیب یک خط ترین و معکوس دیگریه یعنی چه؟ یعنی نگاه کنید یه مثال عادی بزنم برای کن این دوتا خط رو نگاه کنید ایگرگ مساوی با سه ایکس، ایگرگ مساوی با منفی یک ساوی ایکس به اضافه یک. حالا آقای جمالی حواست باشه اینجا این خطی که انگوش میزنم بود چه خطیه؟ آقای جمالی بود این چه خطیه؟ آفرین خب این چه خطیه؟ نه آقای جمالی چرا سه؟ چرا باید سه باشه؟ مگه با این چه فرق میکنه یک رو بود؟ این آده این هم آده این ایکس ده این هم ایکس ده این برد این هم برد این مساوی ده این هم ایگرگ ده چرا من خط سه باشه؟ بله خط دو آقا این حتما خط دو آقا تو باشه بچه این خط یک دو تشخیص میدین یک دو سه با تشخیصش میدین اگه تشخیص میدین رو بنبست در کار بکنید حتما نگاه کنید ایگرگ تون تنها مساوی برش اینجا دیگه میشه آتون یا میشه ایکس تون یا میشه ده الان نمیتون به الان ایگرگ تون تنها مساوی این میشه آتون این ایکس تون یا بره خط خط دو حالا میشه این خط یکی این خط دوه ما دیگه چه گفتیم؟ گفتیم اگر دو خط برم آمون باشه باید شیب یک خط کلین و معکوس دیگه باشه حالا آقا جوانی دقت بکن آقا شیب خط بالا سه یه ایسته حالا آقا اگه من رو کنم آقا ای از دیگه موجود ببینمش کلین و معکوس ای هست یا نیست یعنی الان این دوتا از دیگه مونده را کلین و معکوس هم یا نه خب میگه بله چرا چون اگه میخوام این کلین کنم یه علاقه معکوس میکنه این شد اگه من معکوس هم کنم معکوس دیگه تاش کنم جیه سلطه معکوس عوض بکنم ببینید بیدن یعنی الان ما میتونم که چون این شیر رو بود با این شیر رو بود هم کلینی همه از باز علاقه روی فرق میکنه و هم معکوس همه بنابراین این دوتا خط در هم عمودن بچه اگه شما رسم شد کنید دقیقا دو خط رو در هم در میاد خب بیر تا این بانه رسم شد کنم براتون متوجه بشید که چرا اینا برای هم بودن اول که ما بکنم این خط شیبش سه یه این خط شیبش منفی یک سامه این دوتا چون شیب یکی قلین و معکوس دیگریه برای هم بودن این راش یه راش همی که شما این چکار بکنید رسم شد کنید این دو تیمیم رسم بکنید تا بزنید متوجه بشید رسم شد کنید متوجه بشید نگاه کنید یه جرگه برای این میکشم اگه یاد کنم چه جلسه قبلی جرگه کشی که دیم برای اینا صرف یک خب اگه صرف اینجا بذارم چون خط یکه بکنیش همشه صرف صرف زر درست میشه صرف یک هم بذارم میشه یک زر درست میشه صرف برای این یکی هم همی تو خب بچه چی گرفتم؟ صرف گرفتم اگه صرف بگیرم که تو این زر رو شکنم میشه صرف میشه یک حالا چون یک اینجا میتونه بگیرم ها منطور بیان چه بگیرم؟ سه بگیرم تا کسی در میاد اگه سه بگیرم اینجا بجه ایس بگیرم این سه بگیرم ساده میشه چون نمید یک رضا بگیرم میشه سه حالا چون نگاه کنیم من در خط میام را برای تو رفت کنم نگو چه بری رفت کنیم من با داری یه نقطه سه به یه نقطه اش تو بشه یک عرض سه یه اینا حالا خط تو رفت کنم این خط داری حالا خط دومی نگاه کن چون رسم این من خب بچه این صفر کارش رو برم عرض یکی برم کنم این عرض یکی بود یه هم خواه عرض صفر کارش رو طول سه برم کنم این طول سه بود خب بچه از این بگه عرض بکنی ادامه اش بدی این صد درصد نوید درجه بچه یعنی الان این خط بر این خط آمون داره دلیل آمون داره بودش چیه بچه ها ببینیم چون این خط شیبش سر این یک دوی سامنگیه یعنی این عدد بویید با کلین و معکوس هم
اینطوری بگیم سه و منفی سوم هر معکوس هستند هر قرینه همان بی خاطر او این دوتا بر هم عمود داریده یعنی این دو خط الان عمود بر هم شده هم. خب حالا سؤال بچه اگر همین به جای موازی بودن عمود باشه چه اتفاقی میفته؟ سؤال برای ما الان این خواه عمود هم الان این طور عمود باشه این رو سیرش پاک بکنم حالا من با حالت عمودی همش میکنم با حالتی گفته عمود پس میبینم میگیم دو خط در هم عمودن اگر شیب یک خط قرینه معکوس دیگری باشن خب بچه این خط و کو شیبش آمنای دو پس یه آمنای دو این خط و کو شیبش منای دو خب میخوایم بگیم که این قرینه معکوس دیگه یا این قرینه معکوس دیگه بچه اونی که آ داره اونی که حرف امیسی داره کارش نشونه بیاین اون یک کلین رو معکوس کنیم که عدد خالیه همیشه تا درصد ادامه کنیم الان چون این آدار رو کلین رو معکوسی نمی کنم میام یک کلین رو معکوس میکنم خب اگر یک کلین رو معکوس کنم چه عددی به دست میام؟ علاقه داشت مصبت میشه مکنی که نمیش بیدیم چه یک دوم یعنی الان ای با یک کلین رو معکوس هایده یعنی الان ای مصایی با ایه در کارون مصایی نمودنه ولی وقتی این خیلی رو معکوس میکنه بعد این برابر خب خیلی راحت میگه آقا حالا یه اتفاقی میفته باید آینه های دوی شما برابر با یک دو بشه یه مرد مجبور کنه مساوی آ یه دو بسه راست نگه میدارم دو میرم بطرف یه مرد مجبور شده از این میرم میشه پنج دو میشه آقا پنج دو دارم آقا میشه پنج دو خب خط سه انا براتون تکرار بکنم خب بچه الان تخته چطوره؟ الان تخته بهتر نشد؟ آقای نوشاری میگه بد آقای موسیقی میگه بدک نی آقای آجازه میگه خوب بچه همه میشه یه بعضی خوب باشه یه بعضی بد باشه یه بعضی بدک نباشه؟ بالاخره اینترنت خونه یکم ضعیفه دقت بکنی اینترنت خونه تونه مشکل از اینترنته نه مشکل از کلاس نیست ما سعی میکنیم تا حد امکان والا نوی نوشته رو سعی کنیم نوی توضیح دادیم بعد نباشه حالا بعدش دیگه اینترنت خراب باشه دیگه بالاخره بعد اینترنت رو یکم قوی کنیم بچه خب بچه نگاه کنید تو این سالی که ما حل کردم موازی بودن کلام عمود ببینید کسی مشکل نداره کیا این الان فهمیدن؟ این سالی که رو نوشتم برای عمود بودن کیا فهمیدن؟ آقای آرتزاد فهمید دیگه اشکان فهمید دیگه بچه همینطور نگید ما فهمیدیم ما این درس رو برای خودتون حالا کسی نفهمید اشکان دارم توضیحش میدم براشون ولی خب اگر نفهمیدین بگین نفهمیدیم هر جاش نفهم متوجه نشدین بگین تمام تکرارش کنم آقا تا حدود فهمیدیم آقای جمالی اکبر دا آسونه خب خب آقا جمالی یه بار تکرار میکنم دقت بکن حالا کسی که نفهمیده نه یا روشو نمیشه به هر طریقی برای اونه هم باشه خب ببینید آقا گفته که این خط و این خط عموده نه گفته موازنه ای گفته موازنه خواهر مثل خبی همه عموده نه خواهر آقا داره کنم تو چه اگه قرار بگه عموده خب شیبی برای برداری که آمن های دوه شیبی هم برای برداری که من که دوه حالا این شیبی خوبی شیبی باید خیلی نمرکس همه خب ما این یا قرینه معکوس کنم این یا قرینه معکوس کنم چون عدد خالیه اگه یک قرینه معکوس کنم قرینه از میشه مصبت معکوس یعنی معکوس یک نتیجه میشه یک دوم حالا این باید به این برابر بود خب مصبت هم برابر شده میشه این دیو بعد قرینه معکوسه یعنی اینجا بعد اینو کلاس الان مونی خب یا چه بکنیم یه آقا آقا تکرار بکنیم این دوم میره در یک دوم مصبتیم حالا یک دوم دو یه نتیجه مشترک دیدیم دیدیم یک دوم به اضافه دو نتیجه مشترک دو دو تغییر نکنه اونم تغییر نمیکنه یک شده دو دو برابر اونم دو برابر میکنم بعد صورت جمع میشه پنج دوم خب الان سوره الان دوباره گفتمش میکائیل یک واجب توضیح دید الان باز مجدد توضیح دادم میکائیل خب الان بازم تکرار ببینیم کی رو فهمید
الان ما بازم اون لحظه تکرارش کنم بچا، مجدد ما تکرارش کنم آقای صالحی، آقای میکائیل، اینا همه باز یه بار دیگه تکرارش کنم. الان آقای جمالی الان فهمیدی؟ آقای جمالی بچه این خط موازی بود، این بحث خطای موازی بود که ما و آمود بود که ما تکرارش کردیم، ما نوشتیمش. حالا یه سال دیگه ما از این خط آمود موازی بگیم را کنم برده دوباره خط موازی. خب بچه این سال کرده سال نیست بریم سه قسمت بعدی.
خب اما جلسه قبلی بحث معادله خط تا جایی پیش بردیم که گفتیم که معادله خطی بنویسید که شیب آن منفی دو و از نقطه اول بگیم چی بگیم؟ عرض از منفی آن و عرض از منفی آن منفی دو باشن یا منفی دو سوم باشن. سوال اینه معادله خط بنویسید. به چند جلسه قبلی اینطوری گفتیم که هر وقت شما گفت معادله خط بنویسید شما معادله خط دو سیش بنویسید. این معادله خط بود. خب حالا شیب و عرض از منفی بگرد بلا بکنید. شیب رو بزنید به جای آ، عرض از منفی بزنید به جای ب. پس شیبتون رو دارد منفی دو. منفی دو بزنید جای آ، عرض از منفی منفی دو سوم بده جاست بده منفی دو سوم. این میشه خط. یعنی پس اگر گفت معادله خط بنویسی بیایم چکار بکنیم؟ معادله خط دو رو بنویسیم، یعنی خط رو کامل معادلش رو ذهنمون میاریم، بعد آن رو پاک بکنیم جاست بزنیم منفی دوی که خوش گفته، بهمون هم پاک بکنیم جاست بزنیم منفی دو سومی که خوش گفته. این میشه دقیقا معادله خط. حالا امکان داره برای شما شیب و عرض از منفی رو تو هم بریزید به طریقی ساکن از طریقای دیگه حسابش کنید. مثلا نگاه بکنید، گفته معادله خط می‌نویسید که شیب آن سه و از نقطه یک منفی دو بگذارم. خب باز همین معادله خط رو بالای نیاز بودم، یعنی میشه ایگرگ مساوی با آی و اضافه بی. حالا اینو ما جلسه قبلی هم گفتم کی یاد چهار بله آرمین فیلم توضیحش کلا نقال شاد گذاشتم، تو شاد نگاه بکن کلا فیلمش هست با تمام موتیویاتش، حتی توضیح براش آوردم براتون فرستادمش. خب بچه نوشون معادله خطی بذارید که شیب آن سه باشه و از نقطه به طول یک و عرض منفی دو بگذرد. خب حالا چیکار بکنی برگی؟ کی یادش هست از جلسه قبلی؟ آقای آرزوزاده، آقای اکبرزاده، آقای جمالی، کیا یاد کنی؟ چیکار میکنی برای این؟ این سوال قبلیه دیگه، با سوال قبلی هیچ فرق نمیکنه. چیکار بکنیم؟ آفرین، جایگذاری بکنیم. خب جایگذاری بکنیم راحت برای ما مشخص میشه. خب نگاه بکنیم، نگاه کنیم چطوری جایگذاری بکنیم. اول اینکه خوش زهر کشید شیب شما داره، پس که آقا پاک بکنیم جاش بزنیم چند بچه ها سه خوش بکنیم سه. بعد حالا رو دوباره برگردم ای بری برگرد رو بیدی تو اون حالا بری رو برگرد رو بیدی کنم میام چکار میکنم؟ اینجا جه ایکس هم یک میذارم، جه ایگرگ هم منفی دو میذارم. خب اینجا پس ایگرگ میذارم منفی دو، دارم جایی میذاری بکنم هم جه ایکس هم میذارم یک، بچار یک سه یکی ستا به اضافه بی. حالا یه مهم مجموع بکنیم. خب برگرد طرف بگیریم سکوره بکنم میشه منفی دو سه و رو طرفش منفی سه بیه شما بدست به منفی پنج، بعد این بیگوه رو بدست به منفی پنج، یعنی ایگره بدست میاد سه ایکس منفی پنج و این شما داره خط ایگره بسایی با سه ایکس منفی پنج. خب سوالی باید میکنیم، گفته معادله خطی بنویسید که شیب آن سه و از نقطه به طول یک و عرض منفی دو بگذرد. خب اون وقت نوشتم ایگره مساوی با ایکس به اضافه به، اینو نوشتم آرا
چون گفته شیوه سه یه سه جان گذاشتم به روش را ما ندارم. وقتی به را ندارم باید طول یک را عرض منفی دو دهان ماده کجا بذاری کنم؟ به جای عرض را میذارم منفی دو، به جای طول را میذارم یک، پس ایگرگ نامه منای دو. حالا ایکس را چون یکه، یک زر درسته کنی میشه سه به اضافه به یه مخرج مشترک، یه معلوم مجموع کردم به مسایی با سه میره اون طرف میشه منفی سه، دوی منفی داره هم علامت جمع میکنم، علامت بزرگتر میشه منفی پنج، به میشه منفی پنج، بعد دو جه به نال منفی پنج شد ایگرگ مسایی با سه ایکس نمه پنج، این چه معادله یک خط. خب، به چه نظر بید؟ اگر این مشکلی هست، اگر سوالی هست تا رد کنید. سوال مشکل هر چی داریم چون تا رفت کنیم. آقای جمالی، آقای موسوی، آقای خرید، اگه سوالی داری سوال کنیم. خیلی یعنی الان آقای نوشادی فهمیدیش؟ آقای نوشادی این سوال الان فهمیدی؟ آخرش بگی. آخرش بینا ما جی ایکس هم نارم یک، جی ایگر هم نارم منای دو. خب یک ضرب درسته کنیم چه سه ایگره هم نده رو بذاشتم به یه خسر جاش. حالا این سکو بالا رو درفت شد منفی سه، با منفی دو شد منفی پنج، بی شد منفی پنج، جی بگونا منفی پنج باید چه باشه. خب بریم سوال بعدی از این معادله خط دقت بکنین. آقا خب نگاه بکنیم چه ها میگه معادله خطی بنویسی که با خط ایده مشتری با منفی بی ایکس به اضافه سه موازی باشد و از نقطه صفر و سه بگذرد. خوب دقت بکنیم این سوال چون چون گفت معادله خط می‌نویسیم باز هم همون خط بود ایگره مساوی با آیکس به اضافه بی می‌نویسیم. خب اون دفعه شیرش رو چون مستقیم نداره ولی گفته که این خط بود موازیه. آیا این خط نه همون خط دو گفته شما داریمش ایگره ایگره مساوی مساوی ای آیکس رو میگن آیکس رو میگن بی دو اون دو خط موازیه. خب یعنی شیر ای با شیر ای برابره، یعنی منای دو همون آدیه منای دو میشه آد. پس اینجا میسیم ایگره مصاحبه با منفی دو ایس. حالا میخوام دوباره برگردم بگم حالا نگاه بکنم چون آیا بالا صفر نیم پایین یه عددی هست؟ اگر گفتیم جلسه قدیم که گفته اگه بالا صفر باشه این پایین میشه بدون دیگه دنبال اینشو نگردم نه معلومات رو نمیخواد. پس به شرطی که نقطه که شما داده بالا صفر باشه این پایین میشه بدون پس خیلی راحت بهم پیدا شد دیگه دنبال هیچ هم نمیاد. خب این شد خط رو دیگه ایگره موسیقی با من که دیگه بزن بزن. حالا اونجا اگر اینجا صرف نباشه دیگه شما باید اینجا کلی بزنید که مثل تمرین فردی مثل سال فردی مثلا الان این سال داره معادله خطی بنویسی که با خط ایگره موسیقی با من که بگیست به اضافیه سه یعنی همون سال تردید موازی باشد و از نقطه و
منفی یک به اضافه دو بگذارم. بچه اینجا حتما مجبوری اینجا رو بذاری کنیم به خاطر که دیگه اینجا صد نی که شما میگین اینجا بتونه. اگه صد بود مثل بالا ولی الان چنین چیزی نی. خب اینجا مجبوری که جایگذاری بکنیم. بگیم خب الان خطی که مخامسون یه ایگره مصایی با آر ایست به اضافه دیگه. خب الان چون میخواد این خط موازی بود آر منفی دوه ایگره میشه منفی دو ایست. اما گیره ها ما باید بریسه تا کنم به دستش کنم. حالا شکل جایی بکاری کدم بگه آقا اینجا ایست رو کنم اینجا ایگره جه ایگره بذاریم دو جه ایکس هم بذاریم منفیه و چون که منفیه یک جز بذاریم باید بین زر باشه منایی در منایی دو باید زر باشه بگه میشه منایی یک زر در منایی دو به اضافی خب نتیجه دو برابر با زر این دوتا میشه مصفت دو به اضافه بی. خب بچه این دو برابر طرف چه از کار میفته؟ بی شما میشه دوی منای دو که میشه صفت. بچه ها بی صفت درو من. خب وقتی بی صفت درو میانه چه؟ یعنی ایگره میشه من بیه دو ایگره دوی بیان بدنی. خب حالا یکی من بود این خط بود چه خطی شده با؟ ایگره بسه با دو ایگز چه خطی از خط یک تا چار؟ آقا این خط او ایگره موسیقی با منفی به ایکس این چه خطی الان؟ آفرین آقا جمالی خط خط یکی خط خط یکی چون به شما نداره دیگر ارزشمنده اصلا وجود نداره به این خاطر به این خط او بگیم خط یک پس آخر را رسیم به خط یک یعنی ما از خط دو شروع کردیم ولی چون به صفر درومده دیگه خط دو شما تبدیل به خط یک پس یه زمانی خط دو میشه خط یک اون زمانی که عرض از مبدع شما میشه صفر وقتی عرض از مبدع شد صفر دیگه خط شما از خط دو میاد به خط یک میاد تبدیل این عرض اگه کسی سوال داره سوال کنه آنه جمالی اگه سوال داری سوال کنه اگه سوال داری سوال کنه تا برای قسمت بعدی خب حالا بچه ها اگر جه موازی کو آمودگا چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ اگر جه موازی کلمه آمود بیاد تکرار آمود موضع دوربین خیلی خراب آفرین قرینه و معکوس کنیم قرینه و معکوس کنیم آفرین خب بچه ها الان با آمود بودن حلش کنم همین سوالی که الان با آنهایش کنیم بچه به جای موازی کو که شیش در دستش قرار داره منای دو برای من کنم یه آمود بکنم بکنم به یه آمود بکنم چه اتفاقی میفته خب پس این موازی اول کنم آمود این باید آمود بشه خب ببینید بچه ها این اگه آمود باشه دقت بکنیم چه اتفاقی میفته خب همون رو میخواب تکرار کنم بچه ایگره مصایی با آر ایکس به اضافی به خب اگر موازی بود این منایی که روزه چه بجه آر حالا که گفت آمونده این منایی رو اول قرینه رو محکوس بکنیم قرینه شوش مصفر محکوس رو یه محکوس یه تشبیه بشه یک دوما بچه ها این الان آر کنه دیگه این الان آی جدید رو شده این دیگه منایی دو نیست آر یک دوما مصفر آر کنه خب بجه آر رو بزنی یک دوما ایگره برابر با یک دوم ایکس به اضافه به حالا این اون نقطه کجا رو سر کنیم عرضتون دو هست به جای ایکس کنم منفی یک بذاریم منفی یک زر در یک دوم شد منفی یک دوم به اضافه بی حالا معلوم شد کنیم بی دو سر جاش یک دوم رو طرف شما سر یک دوم مخرج مشترک بگیریم بی به دست میاد یه مخرج مشترک دو که بگیریم میشه چهار به اضافه یک میشه پنج دوام بچه ها بیش شد پنج دوام حالا جه بی بذاره پنج دوام دیگه اینجا ایگره به دست میاد یک دوام ایکس به اضافه یه پنج دوام این میشه معادله خطتون
خب چه کار بکنیم؟ آقا مجبوریم که بلندم بکنیم که بالاخره شما هم اقیقتی تو اینترنت رو ضعیفه بالاقل خوندن رو متوجه بشیم دیگه بیشتر از این که دیگه نمیتونیم بخن. خب بچه اگر کسی سوال داره در مورد همین آمون بودنش سوال بگه تا جوابش بگه. خب اما یه معادله خط دیگه داریم چه ها دقت بکنیم. یه زمان اینطوریه که اینطوری بگیم اینکه معادله اول اینطوری بگیم قبل اینکه بگیم معادله شروع کنیم یه بگیم بچه درست مهمیه کسان خوب یه زمانی میخواییم شی به درست کنیم برای دو نقطه اگر دو نقطه داشته باشیم چگونه شیب آن دو نقطه پیدا کنیم. اگر دو نقطه داشته باشیم بسیار بسیار مهمه چون تو دیگه داشتان هم خیلی بدرد بکنم بچه بسیار بسیار مهمه دارم چه تاکید میکنم خیلی مهمه. اگر دو نقطه داشته باشیم چگونه شیب آن دو نقطه را پیدا بکنیم. مثال بزنیم طرف بگیم یه رفت روی باشه آ طول دو عرض منفی یک ب طول یک عرض منفی دو. خب سوال کرده که شیب دو نقطه رو دست کرد شیب دو نقطه و بیاد. پس عنوان کارمون چیه بچه؟ عنوان کارمون چیه الان؟ به ما دو تا نقطه داره گفته شیب دو نقطه پیدا بکن دارم یک خورمش بچه دو نقطه به ما داره آ طولش دو عرضش منفی یک به طولش یک عرضش منفی دو میخواییم شیب دو نقطه پیدا کنیم. سوال این آقای آرسله دو تا نقطه اما داره مثل آ و ب اگر تختیه بتونین بخونین این دو نقطه گفته شیب چه پیدا بکنیم. پس شیب یه خطی رو پیدا بکنیم که از این دو نقطه تشکیل بده شیب خطی پیدا بکنیم که از این دو نقطه تشکیل بده دقت بکنیم کی تصویرش الان خوب هست بچه تو خونه تصویر کی الان خوب هست. آقای سالم تصویر من خوب است. آقای حاجی‌زاده تصویر چطور آقا؟ آقای حاجی‌زاده آقای اکبرزاده حاجی‌زاده آقای حاجی‌زاده میگه خوبه. خب شما بچه تو تصویر تو خوب هست آقای اینترنت خود بوده که خرابه ها اینترنت خود رو بچه خرابه اینو باید دقت بکنید. خب بعد دقت بکنیم چا
اگه قرار رو بخوام شیر برای این دوتا به دست بیارم چون این فرمول داره اینطوری بگیم شیر مصاحبا چون این فرمول پرانتز در خطه پرانتز شوری پرانتز میشم پرانتز پایین هم پرانتز پرانتز چون این فرمولیه بین پرانتز ها منظور داریم بالا از ها را کم بکنیم پایین هم طول ها را کم بکنیم بالا عرض ها را کم بکنیم پایین طول ها دیگه دلخواه خودمه مثلا من میخوام از اینجا شروع کنم بچه از اینجا منای دو اول منای دوم حالا چون اینجا از منای دو شروع کنیم اینجا باید طول از یک شروع کنم یک اینجا نبرم دو حالا ممکنه یکی سوال بکنه آقا از اینجا چرا شروع کنیم اگه از شروع کنیم بگی یک منفی اینجا دوی منفی اینجا بعد اینجا از اینجا بگی دو اینجا بگی یک حواستون باشه حتما باید از هر طرفی شروع کنی اگر ارها رو از اون طرف شروع کنی طول ها از اون طرف شروع کنی خب حالا شروع کنیم جمع تفت دادنش تو چون این دوتا منفی با هم از ما میشه میشه مصبت حالا منای دو داریم به اضافه یک داریم میشه منای اینجا نمی یک منای دو مختلف را علامه از فرق کنیم علامه داده بزرگتر میشه منفی یک که نایدن دوتا منفی با هم ساده میشه میشه مصبت یک یک هم که یک پس بچه شیف شد یک خب بچه تو خونه دقت بکنید یه بار تکرار بکنم شیف میشه عرض دو نقطه بر طول دو نقطه تفکر شروع کنیم خب عرض دو نقطه از اون شروع کنیم منای دو منای اونم منای یک داریم حالا دو یک منای طول و دوه خب این دو با هم میشه مصبت منای دو به اضافه یک میشه منای یک یک منای دو هم میشه منای یک منفی با منفی خونسا میشه یک یک بار یک پس چی تو میشه یک آقا اونطوری هم بنوشتیم باز میشه یک یعنی چی اونطوری؟ یعنی منظور که از آ شروع بکردیم آقای حاجی زاده از آ شروع بکردیم بله از آ شروع کردیم تو گفتم گفتم یا از این شروع کنیم به این برسیم یا از این شروع کنیم به این برسیم دوتا شکل منطقه اگه از پایین شروع بکنیم اگه از مثلا به شروع کنیم پایین ها بعد بالا اگر از آ شروع کنیم این پایین ها بعد بالا اینو باید دقت بکنیم که عرض ها تو بالا بیاد طول ها تو پایین بیاد خب ما نمی کنم همین معادله خط هم که نیستش بنویسیم مگر اینو ما شیب برای دلاخته حساب کردم الان شیب برای دلاخته رو یک حالا اگه بخوام ما آدابه خطش بنویسم چیکار بکنم بچه ها میشینو بنویسمش میخوام شیب دست میخوام معادله خط بنویسم بچه ها همین معادله یه بنویسیم دیده مصابه آیت اضافه ده یعنی هم معادله خط بود خب بچه شیب ما چند داره بردم مگه نه یک داره بردم من خب جی آف بزن یک ایدره میشه یک ایت به اضافه ده حالا بچه ها میخوام بیل دست دارم دیگه مشکل بود بیل دست دارم بیل هست اگر قرارمو بیل آف من پیدا بکنم یا این نقطه کو بگیرید در نظر چرا یا این نقطه کو یکیش انتخاب کنید جی ایکس تو و جی ایگره تو مقدار بذاریم دیگه فرق نمی کنه بچه کمون نقطه ها نگید آقا کمون نقطه بگیریم فرق نمی کنه ما می خواهد نقطه آ بزن بگیرم این نقطه کو بگیرم خب جی ایگره بذارم منفی یک جی ایکس بذارم دو دو ضرب در یک میشه دو به اضافه دی حالا معلوم از روش بکنم یک منفی اون طرف دو میره طرف منفی دو میتون میشه منفی سه بچه ها گیم دست بردیم حالا راحت بچه ایگره بذاریم منفی سه پس چی میشه؟ ایگره میشه یک ایت منفی سه به معادله خط رو کجا به دست میان یعنی ما با یه تیر دو نشون رسدیم یک برای دو رقم رو شیب به در کردیم بعد این معادله خط چه نمیشه خب اگه سوال داری سوال کنیم بچه ها اگر سوال داری سوال کنیم اگر سوال دارید سوال کنید آقای اکبرزاده آقای ابراهیمی آقای فاطمی آقای صالحی آقا معادله خطش رو چش آقا مگر نه ما شیب در آوردم یک شیب یک خب جی ای آر بزنید یک تو خط دو آ این خط دو بودیم جی بزنید یک میشه یک ایکس ایگره از سر جاش و اضافه دی از سر جاش حالا دنبال رو بنگردیم
گفتیم اگه ناقل بیا این ناقل بیا چه کار کنیم؟ مثلا این از ناقل جیس جورنال جی بریدید او از ناقل جیس شکل در ایگرگش برمیدون ما این از ناقل ها حالا که ایگرگش دارم منفی یه جیس هم بذارم دو دو رو در در یک چه دو بذاره بیدن بشه ای از اون دارم اتراب معلوم برشون کنم چه منفی سه نه منفی سه حالا جی به بذار منفی سه این میشه جوابه یک ایس منفی سه این میشه جوابه آیا اجازه فهمیدیم؟ آقا خب چرا اونجا خط دو انتخاب کنیم؟ آقا همیشه خط دو همیشه خط دو انتخاب کنیم قانونش یه ممکنه خط دو که تو انتخاب کردی این مثلا اون صفر ممکنه اصلا یکی صفر اون صفر ولی ما خط دو انتخاب میکنم یه چه اتفاق میفته یا کامل خط دو به دست میام یا خط یک به دست میام یا ولی که مثلا خط چهار به دست میام یک از اینا به دست میام ولی خط سه به دست نمیاره چون خط سه و خط دو دیگه خط سه میتونه باید داره و خط دو بنابراین یا خط دو یا خط یک یا خط چهار اتفاق میفته یک از اینا ولی خب عنوان و الگوش خط دو باید بنویسید حالا ببینید که مش خاص میشه دیگه او باز بله یعنی اول همه از خط دو شروع میکنیم حالا بعد یه میریم تا آخر جمع تفریق ضرب اینا انجام میدیم ساده میکنیم حالا ببین چه اتفاقی میفته یا اصلا میمو آلیف اضافه به که خط یک امو خط دو امو یا این به رو سفر امو میشه خط یک یا اینکه آلیف سفر مرداشه بود که اون خط شماره چهار که ایگره میسه یا منفی سه یا دو در بیان خب این هم از ساعت هم نها کنیم ساعت هم چه در عجبه تست دوازه در خواهد کنیم خب بچه ها اگر سوالی دارید به قسمت خود سوال بکنید توی دوازده دقیقه این سوال دارم رو هم بکنم و از این سوال میخوام این سوال در بکنم از این تیپ سوال از این تیپ سوال رو که میکرم بکنید بچه ها یادتون باشه از این یاد یادداشت بکنید جلسه آینده باید حل دستگاه رو بگیم اگر یه وقت ما بکنیم بچه ها چی خیمر بکنیم بگیم حل دستگاه دو معادله دو مجهول اینو میخوایم حل بکنیم اینو دقت بکنیم درس جلسه بعدمون دستگاه دو مدل مجهولن آقا یعنی اگر جواب هم همین خط دو بود میتونیم بگیم خط سه هم بله میتونیم خط سه هم باشه چون کافیه ایکس تو رو میاره اون طرف ایکس کوب میاره اون طرف میشه خط سه مرسی خب بچه تا یه سوالی از این حل بکنم خستتون شده ولی خب یه سوال حل بکنم یه این سوال تیپ سوال رو کامل بفهمید این کسی که نفهمید برای خود داره حل میکنه وگرنه خب خیلی فهمیده دیگه یه تیپ سوال از این حل بکنم چا خب بچه یه نکته مهمی نگاه کنید همین الان این نکته خوب تو تست به درد میخوره دو تا نکته خوب بگم داشتو اینش بچه بگی این یه نکته آ یک یا یک دو بی تو یک چار این یکی یه سال آ تو اونه چار دو پنج به تو سه پنج خب نگاه کنید بچه این یه سوالیه مثل این سوال که الان حل کردی برده نهارش بکنی این هم یه سوالیه که برده نهارش بکنی من تا راه تستی این هم بکنم بگم که باید مثلا تو سوالات چهار بزنید بید شده رو بکنید بچه راه تستی یه شما اگر یه وقت میبینید که دو تا نقطه ای که به شما دادنه طولهاش با هم برابره حالا نه یک یک بود هر چی میخواد اگر طولهاش با هم برابره چون طول با هم برابر میشین طول تو رو باید سشو میدیده مصابی با این دو پردید که مصدره یک شو میرسید دیگه نمیخوام این حل رو توی انجام بده یا زنه راحت الان خط رو بشید تو سر باید اما اگر دیر چا ارزه ها رو به هم برابره یه وقتی تو تست رو شما میدن دو تا نقطه شما داره ارزه ها برابره خب چون ارز برابر میشین ایگره که ارز رو سایی باز دو تا ارز پرده یکی میرسین میشه معادله خط این هم برمان نکته تست داشته اینا خیلی مهمه پس وقتی ارز ها برابره میرسین ایگره رو سایی باز ارز نکته
وقتی طول ها برابره می نویسیم طول طول برابر با x x داده شده این هم عنوان دو تا نکته که داشته باشیم متوجه شدین ها؟ کیا متوجه شدن علا چی که ما گفتم این دو تا نکته که گفتم کی متوجه شد؟ خب آقای اختداری فهمید آفرین آقای جمالی عشقان بله بله خب بچه خیلی آسون بود دیگه یه جهی تو خواهی ما برفتی از اون روشو کنین یه علاش بکنین دیواری راه درش بکنین پس اگر یه وقت دیدین که دو تا نکته به تو داد تور ها با هم برابر شد دیگه نمیخواد اصلا او پایینی بخواد اونش رو بره در جای میگه آ طولش با x شو میده x سایه با حالا طول دو تا نقطه ببینیم چنده یک بنویسین یک منفی یک بنویسین منفی یک یک دوم بنویسین یک دوم هر عددی بنویسینش بره پایینی هم اعضا با هم برابر بنویسین y مساوی با حالا ببینید f تو چنده 5 بنویسین 5 2 بنویسین 2 منفی 2 بنویسین منفی 2 و هر چی شد همون عدد رو براش در نظر بگیرید بسیار بسیار مهمه یکی از سوالات بسیار مهم اصلی نمونه هست که معمولا تو سوالات مطرحش میکنن دانش آموزا هم میرن خوش نگیر میدادن تو او راحل اون یکی آخر هم اینجایش میکنن خراب کنن و به این جواب هم نمیرسن ولی راحت این راحت گزینه میانبر میزنه و جواب نهایی به تو میده اینو دقت بکنین و خیلی هم مهمه حالا اگه سوالی داری سوال بکنیم بچه ها آفرین 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 آقای فاتحی شیوی دوتا بره پایین صفر میشه ها بچه ها بره پایین صفر میشه بره بالا میشه عدد روی صفر وقتی عدد روی صفر شد تعریف نشده هست به این خاطر میشه x مساوی با طول دو نقطه آفرین آقای فاتحی آفرین خب اینم از این قسمت بچه ها اگه سوال دارید سوال بکنید اشکال نداره ما برای همین اینجا ایستادیم که سوال بکنید و جواب سوال رو بگیم هیچ اشکال نداره آقای نوشادی آقای سالی هر کدوم که آقای سوال داری اشکال نداره ما جواب سوال رو نمیدیم تا چند بار رو اشکال نداره خب چطوری شیب صفر میشه؟ آنه بقا؟ یه لحظه دارم برای پایینی آقا شیب صرف میشه نگاه کن خب کیاره شما نگاه کن از اینجا شروع کنیم اینجا فرق که نمی کنم پس پرانتز منای پرانتز پرانتز منای پرانتز آقا ما از که باید شروع کنم میگم پنج اینجا نگاه کن پنج پنج سرد صفر آره این سه اینجا نم دو بالا صفر کنیم پایین رو یک کنیم بالا صفر در سمالیت میشه صفر کنیم تو شد شیر شد صفر حالا اگه بخوام با بالا صفر کنیم یک چه بگم باید ایگره با سایی با آی ایس به اضافه ایگره مگه نه شیف صفره خب شیف که صفره اینجا صفر بزن خب حالا بیاره بزاری کنیم یا ای یا ای جایی بزاری کنیم پنج جایی بزار درسته؟ خب دو هم جایی بزار کنیم میشه سه میشه بی بیت میشه پنج پس ایگره مصاری با آر ایت باز وقتی بیت این خوش شد سه این هم خوش شد پنج ایگره میشه پنج این هم ایگره مصاری با پنج داره شد با آدرش آقای آقای زده درسته؟ یه معادله دیگه هم حل بکنم الان معادله حل کردم آقای عمرانی الان یه معادله حل کردم نه بالا آقای آقای صفر نمیشه میشه تعریف نشده یعنی بالا طوریه که پایین صفر میشه یعنی بالا نه امتحان بکنیم الان بیا نگاه کنید آقای آدوزه بالا بگیم آقا این دو تی عدد کم چهار رو نگاه همیشه پایین بعد بالا آسو باشه چهار رو نگاه تو پرانتز منای پرانتز پرانتز منای پرانتز چهار دو اینجا بگیم یک منای یک خب بارا میشه دو پایین میشه صفر وقتی مخرج شد صفر تعریف نشده بچه هر وقت تعریف نشده تو ذهنتون بسپارید که خط شما میشه ایکس برابر با طول نقطه طول نقطه یک سال طول نقطه یک سال هم یک دو داشت میشه خط خب نوشتیم چهار منای دو
یک منای یک چهار منای دو شده دو بار یک منای یک شده صفر دو روی صفر تعریف نشدیه چون تعریف نشدیه دیگه شیبی وجود نداره دارا شاید که شیب منای شد میگیم ایکس مساوی با طول او درامته که یکی بنیسیم این از معادلات خط چهار جلسه بعد میخواییم حل دستگاه دو معادل دو منشون رو بگیم این رو دقت بکنیم مرسی ما در خدمتتونیم موفق باشه انشاءالله بزنیم بینیم آقای کمالی را کارتون نداره اگه کارتون نداره که حضورتون با کس بشیم باشیم بچار نره تا آقای کمالی را خودش کرد سلام باشی دوستان عزیز وقتان بخیر انشالله که کلاس خوبی رو داشتی بودیم بخودم برگزار کرده باشیم آقای کمالی نصر و بچه عزیز یه موردی که میخواستم بهتون بگم این که اصلا سر کلاس رو دروسی نکنیم با آقای کمالی نصر صحبت کردم گفتم تا ده بارم اگر بچه ها سوال داشتن بهشون جواب بدیم